برنامه معرفی فیلم این هفته به یکی از شاهکارهای سینمای جمهوری اسلامی در ژانر سربازان گمنام میپردازیم. یک فنر تا مرگ. سکانس اول فیلم یک تعقیب و گریز مهیج در تهران را به نمایش میگذارد. این مرد کیست که این گونه دیوانوار در حال فرار است؟ این سوال نفس را در سینه تماشاگر حبس می کند تا جایی که ناگهان تق تق وای، باز هم دست دشمنان نظام از آستین یک راننده بیرون آمد و یک شهروند بیگناه از امت همیشه در صحنه را پهن زمین کرد. جرم او چه بود جز این که داشت فرار می کرد؟ وقتی فرستادنش ایران بعد از ماموریت خارجش می کردم، همش تقصیر من بود. این چه حرفی میزنی رئوف؟ فکر کن خارجش میکردی، بعدش چی؟ همین مدارکی امشب برای اون فرستاده چجوری میخواستی به دست بیاری؟ محمد تقی یکی از بهترین بچه هامون بود. میدونم رئوف جون، واقعا یکی از بهترین هم بود. یکی نیست به این کارگردان مخملنگ بگه حالا اگه نمیگفتی که این طرف وزارت اطلاعاتیه آسمون ترک میخور؟ خاک بر سرت کنن که دوباره دست کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد رو پر کردی. اصلا ولش کن به من چه. اما از وجود دشمنان مسلح نظام در قلب تهران باید چه نتیجه‌ای گرفت؟ بله، درست است. باید منتظر ترور یک دانشمند هسته‌ای نظام باشید. درست مثل همون که پوست موز رو زمین دید و گفت ای وای، بازم باید لیز بخورم. دکتر مهدی قادری، فارغ التحصیل دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف، من البته متخصص ذرات بنیادی، انرژی های بالا و کیهان شناسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و البته رئیس سازمان انرژی اتمی. خیلی هم میگن بعد از شهید شهریاری دکتر قادری مهمترین دانشمند هسته ایرانه. حالا که سوژه دشمنان نظام روشن شد، سربازان گمنام همه توش و توان خود را بسیج می کنند تا از دانشمند هسته‌ای در برابر توطئه‌های دشمنان حفاظت کنند. دیالوگ مأمور وزارت اطلاعات با دانشمند هسته‌ای یکی از ماندگارترین سکانس‌های ملودرام در تاریخ سینمای وحشت است. احتمال می‌دهیم که شما هدف اصلیشون باشید برای ترور. اگه با ما همکاری بکنید بهتر میتونیم ازتون محافظت بکنیم. آقا من یه استاد دانشگاهم، من یه محققم، من کاری نیستم. بعضی وقتا هم به سازمان انرژی هسته‌ای مشاوره میدم. تمامش کردی، با این جمله حکم قتل خودتو صادر کردی. ولی نگران نباش، ماموران نیروی انتظامی مثل سایه مراقب تو هستند و نمیگذارند آب سنگین توی دلت تکان بخورند. آره دارم میبینم. تروریسته؟ تروریست کدومه؟ نه بابا، من هستم، منم. نمیرید با این مراقبتتون. مردم و زنده شدم. بشکن دست وزارت اطلاعات که نمک نداره. این همه سه طرف رو داشتن، بعد آخرش این دانشمند هسته‌ای فریب خورده اینطوری تو کاسه سربازان گمنام میذاره. ولی سربازان گمنام بی اعتنا به این ناشکری ها هوای دانشمنده رو دارن تا اینکه پلشک. این همه برو و بیا و اینا و اونا، آخرش دانشمنده خودش رو نجات داد. حقش بود کارگردان یک بار دیگر این دیالوگ طلایی رو اینجا می آورد. نمیرید با این مراقبتتون. مردم و زنده شدم. این دشمنان نظام که اینطوری مثل ماست بمب چسبنده رو چسبوندن به دم ماشین دانشمند ما، از کجا معلوم همینو فردا نچسبونن به دم مقام معظم ولایت؟ پس سربازان گمنام به پا خیزید و دشمنان نظام را سه سوت دستگیر کنید. چگونه؟ کاری نداره.
این دختره رو که معلوم نیست از کجا وارد سناریو شده بگیرید. ایست! بایستا دیگه بسته! ماشین! آروم آروم بیا قبل! یلا چقدر کاغذ هرم میکنه، بهش بگو هماهنگی نمیخواد که اتوبوس شرکت واحد هم میتونه بره. آدی اینو هماهنگش کن. چی شد ماجرا؟ هیچی، همکاری نمیکنه. ای وای، حالا دختر ضد نظام هم حرف نمیزنه. شکنجه هم که اصلا به گروه خونی جمهوری اسلامی نمیخوره. پس تنها راهی که باقی میمونه اینه که جورج کلونی وزارت اطلاعات وارد بشه و با یک دیالوگ اعتدالی مقر این سرانگشت دشمنان نظام رو در بیاره. میدونی جرمه چیه؟ قتل. اقدام علیه امنیت ملی. باش، بازم حرف نزد. خودت خواسته. من اصلا از این ماجرا خبر نداشتم. کجا با هم آشنا شدیم؟ تو شرکت. یه روز اومده بود واسه تحویل کالا. اسمش چی بود؟ سعید. سعید چی؟ کلونی، دامن تو برکاتو. که اینطوری گره سناریو رو با دندون باز کردی. حالا سعید کیه؟ سعید رو از کجا بیاریم؟ برای کارگردان وزارت اطلاعات جور کردن یک سعید که کاری نداره. وعده ما سکانس بعدی خونه سعیدینا. تو اینجا چیکار میکنی؟ فکر کردم از دیدنم خوشحال میشی. طوری شده؟ تعقیبت کردم. امکان نداره. مثل اینکه خیلی به خود اطمینان داری نه؟ پس به خودت ببین. خب دزد حاضر، بز حاضر، سعیدم حاضر. فقط 4 اطلاعاتی بیستخون میخواییم که بیان تو این خونه سعید و کت بسته ببرن. پس بنابراین راهی نمیماند جز سکانس نفسگیر پایانی و دستگیری سعید یک لاغبا توسط یک لشکر از سربازان گمنام. تکون بخورین کل ساختمون همایش با همه آدماش یه جا با فشار این دکمه میرن رو هوا. اصلا نمیخواستم بکشم اتون. اما جون نخواه. اصلا زنده نخواه. اما برخلاف تو ما میخواستیم که تو زنده بمونی. باید کار داشتیم. یالا. نتیجه‌ای که بیننده از این فیلم میگیرد این است که به دلیل مشغله های وزارت اطلاعات فیلم برداری این فیلم صبح ساعت 8 شروع شده و حدودای 10-10:30 به پایان رسیده است. نه که این فیلم خیلی قشنگی بود، تهش هم نبستن که بعدن مثل جیسون بورن دوشم بدن بیرون. به این میگن یک فیلم دشمن شاد کن، چون دشمنان نظام کلی خندیدن. خاک بر سرتون با این فیلم ساختنتون.